به تازگی در فضای رسانه‌ای کشور برخی عنوان می‌کنند که دلیل وضع موجود بد اقتصادی ایران حاکم شدن تفکرات نئولیبرالیستی است. آیا این برداشت درست است یا خیر؟ آقای مرتضی کاظمی به این سوال پاسخ می‌دهد. اساساً نمیشه گفت که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرالیستی یا نئولیبرالیستیه. این نقشه رو ببینید، این نقشه ای که از کشورهای جهان میبینیم بر اساس گزارشاتی که توسط مؤسسات پژوهشی مثل فریزر اینستیتیو یا هریتیج هر سال داره گزارش میشه، کشورهای مختلف در رنگهای مختلف برای وضعیت آزادی اقتصادی دسته‌بندی میشن. این کشورهای سبز رنگ که میبینید کشورهایی هستند که بهترین وضعیت آزادی اقتصادی یا لیبرالیستی بودن رو دارن، و این کشورهای قرمز رنگ اینا کشورهایی هستند که وضعیت بسیار نامناسبی از لحاظ آزادی اقتصادی یا لیبرالیستی بودن دارن. و میبینیم که ایران یا مثلا پاکستان و یه تعداد کشور دیگه کشورهای قرمز رنگ هستند. سوال پیش میاد که اصلا منظورشون از تفکرات نئولیبرالیستی چیه؟ این دوتا ملاک مهم رو ببینیم، یکی حق مالکیت و یکی حق انتخاب. به نظر میرسه که با این دوتا عبارت میتونیم خلاصه کنیم منظور از آزادی اقتصادی چیه. اینی که هر انسانی بتونه حق داشته باشه که از نیروی کار و مایملک خودش استفاده کنه و در کنترل شخص خودش داشته باشه و بتونه ماحصل زحماتش رو در تملک خودش داشته باشه، حق مالکیت یا حق تملک. و حق انتخاب کردن، اینکه هر انسانی بتونه برای کار کردن، تولید کردن، مصرف کردن و سرمایه گذاری اونطور که دلش میخواد آزادی داشته باشه. خلاصه یه حرف اینه که دولت نباید و مجاز نباشه که جابجایی نیروی کار، سرمایه و کالا را کنترل کنه و انسان‌ها بتونن از نیروی کار خودشون، سرمایه و کالایی که در اختیار دارن استفاده داشته باشن. این میشه در واقع معنای لیبرالیسم یا آزادی اقتصادی. الان مرتضی کنجکاوم ازت بپرسم که میتونی چند تا کشور لیبرال و چند کشور ضد لیبرال رو نام ببری؟ بله، در اون نقشه قبلی هم دیدیم اون کشورهای سبز رنگ که چند تاشو اینجا به عنوان مثال من انتخاب کردم کشورهایی هستند که وضعیت مناسبی از لحاظ لیبرال بودن یا داشتن آزادی اقتصادی دارن، مثلا آمریکا و کانادا رو میبینیم، یا در اروپا کشورهای اروپای شمالی کشورهای اسکاندیناوی هستند، یا مثلا یک کشوری مثل سنگاپور یا یک کشوری مثل کره جنوبی. اینا کشورهایی هستند که وضعیت مناسبی از لحاظ آزادی اقتصادی دارند. و کشورهایی که در اون نقشه قبلی هم دیدیم رنگ قرمز داشتن، بازم من چند تاشون رو اینجا انتخاب کردم، مثلا گینه بیساو، کابو، کوبا، ونزوئلا، بولیوی، آفریقای مرکزی، زیمبابوه و اینجا ایران هم بازم میبینیم که با نمره حدود 42 نشون میده که وضعیت بدی دارن و یک کشور خیلی معروفی مثل کره شمالی که نمره 3 از 100 اینجا به خودش اختصاص داده و به عنوان بدترین وضعیت از لحاظ لیبرالیستی بودن یا آزادی است. خلاصه مطلب اینه که ایران نه تنها لیبرالیستی نیست، کاملا عکس آزادی اقتصادی در این گزارش ها ارائه شده.